درود به شما براندازهای عزیز. مسیح علی نژاد مدتیه که اعتماد عده‌ای از ملت ایران را از دست داده. علی نژاد که همیشه یکی از خبرسازترین چهره‌های رسانه‌ای ایرانی در آمریکا بوده، از طرف عده‌ای متهم شده که سعی کرده انقلاب زن زندگی آزادی رو به حاشیه بکشه. عده‌ای هم که کلاً معتقدن علی نژاد پرستوی رژیمه. البته ناگفته نمونه این طرز تفکر همه مردم ایران نیست و خیلی‌ها هنوز به مسیح علی نژاد باور دارن. مسیح علی نژاد امروز محتوای ایمیل امنیتی عجیب از طرف دولت آمریکا برای خودش رو افشا کرد. البته علی نژاد یه نسخه هم برای براندازی رژیم پیچید. قبل از پخش صحبت امروز علی نژاد ازتون میخوام نظرتون رو در مورد این شخص توی کامنت ها بنویسید تا یه نظرسنجی خوب دربارش داشته باشید. من همواره بر این باور بودم و هستم که اگر این دیوار حجاب اجباری رو به زیر بکشیم و خراب کنیم، جمهوری اسلامی بقا نخواهد داشت. من امروز اینجا هستم که یک رازی رو با شما در میون بگذارم. کاخ سفید امسال به من هشدار داد که بیش از 31 تهدید علیه جان من در خاک آمریکا بوده و در یک ایمیلی دولت آمریکا قویاً به من توصیه کرد که برم داخل برنامه witness protection یا محافظت از شهود. اگه نمیدونم که این یعنی چی، این یعنی که من باید هویتم رو عوض کنم، باید شماره سوشال سکیوریتی، کارت تامین اجتماعی رو عوض کنم، اسمم رو عوض کنم و ناپدید بشم از عرصه عمومی. این دقیقاً چیزی که جمهوری اسلامی میخواد، که من و همکارانم که صدای مردم ایران هستیم در آمریکا و در اروپا ناپدید بشیم. بنابراین خیلی روشنه که من این تقاضا رو رد کردم. همونطور که میبینید من امروز اینجا هستم و صدام هنوز بلنده، برای اینکه من میخوام در کنار مردم ایران باشم که اونها هیچ محافظتی از اونها به عمل نمیاد، در برابر گلوله ها و تفنگ ها قد علم کردن و میخوام بگم که آمریکایی‌ها نباید تنها رها بشن و همینطور ایرانی ها هم نباید تنها رها بشن در برابر رژیم جمهوری اسلامی، برای اینکه ایرانی ها نه فقط برای خودشون می جنگن با رژیم جمهوری اسلامی، بلکه می خوان که شهروندان آمریکا رو هم در برابر رژیم خطرناک جمهوری اسلامی محافظت کنند. امروز پلیس یه جوان ایرانی رو توی خیابون به رگبار بسته. جوان شجاعی که گفته میشه در حالی که داشته برای سالروز مهسا فراخوان میداده مورد حمله نیروهای پلیس قرار گرفته. این جوان هم تا پای مرگ از خودش دفاع کرده و در نهایت با شلیک چندین گلوله به قتل رسیده. قبل از اینکه اعترافات اجباری برادرش رو که در صدا و سیما منتشر شده پخش کنم، میخوام کلیپ حمله فیزیکی یه مرجع تقلید به یه آخون رو براتون منتشر کنم. این مرجع تقلید وقتی نتونست به سوال این آخون که ازش پرسیده بود تقلید رو از قرآن ثابت کن پاسخ بده، به بادیگاردش دستور داد که اونو مورد ضرب و شتم قرار بده. امام صادق علیه السلام فرمودند آیه در شأن ماست، خواسته در شأن ما اهل بیت، احدی رو شامل نمیشه. آیا قرآن محکم و تشابه نداره؟ ناسخ و منسوخ نداره؟ خب شما معصومین الان؟ شما اسمت دارین؟ خب شما اینجور که فحش میدین یعنی چه؟ یعنی من امام معصومم؟ حجت آقا مرجع میگه حجت خداست، مرجع میگه حجت خداست. اینجا اومدی خفه شو، گفت خفه شو یعنی خفه شو، درست یعنی باید خفه شو. این همین بلا مطالبه از دلیله سلام، این همین بلا، این همین بلا حرف نزم، گفتم حرف نزم، دست تو گفتم نه اومده خفه شو. وحشت رژیم از انقلابمون به حد اکثر خودش رسیده. خامنه ای فکر میکنه انقلاب دوباره قراره از سقز و با مراسم سالروز زنده یاد مهسا امینی شروع بشه. به همین دلیل مزدورانش رو از شهرهای اطراف به این شهر فرستاده. خبرهایی وجود داره که خامنه ای تصمیم گرفته از 24 تمام این شهر رو حکومت نظامی اعلام کنه، اتفاقی که میتونه در تاریخ این رژیم جنایتکار بی سابقه باشه. اما چیزی که مهمه اینه که همه دنیا دیگه سقوط رژیم رو باور کردن. به جمله مهم امروز رئیس روابط خارجی کنگره آمریکا در این باره توجه کنید. همونطور که شوروی سقوط کرد، من معتقدم که رژیم آیت الله های جمهوری اسلامی به اراده مردم خودش سقوط خواهد کرد. اما همونطور که گفتم صدا و سیما امروز اعتراف اجباری برادر اون جوونی رو که توی خیابون توسط پلیس به گلوله بسته شده بود منتشر کرد. به نظر من که کاملا واضحه این صحبت‌ها یه اعتراف اجباریه که با زور و تهدید گرفته شده. شما تماشا کنید و نظرتون رو در موردش توی کامنت ها بنویسید.
برادرم دیروز ساعت 5 صبح از خونه زد بیرون، افتاد تو کوچه خیابون، یه کارد آشپزخونم دستش بود. من افتادم دوباره سعی کردم چاقو ازش بگیرم آرومش کنم برگردونمش خونه، هرچی باش صحبت کردم اصلا نمیشنید، به خاطر اینکه چون 3-4 روز بود، 5 روز بود داروهاشو نخورده بود، قرصاشو نخورده بود، اصلا حالت عادی نداشت، نمیشنید حرفای منو. چندی بار سعی کردم که چاقو ازش بگیرم، با چاقو بهم حمله کرد، منم از دستش فرار کردم. بعد مردمم که این صحنه رو دیده بودن، اینم افتاده بود تو خیابون، چاقو هم که تو دستش بود، مردم ترسیده بودن، زنگ زدن 110، زنگ زدن پلیس، مامورام رسیدن، مامورام اومدن، من خودم با مامورا صحبت کنم کردم، گفتم اجازه بدید خودم اگه تونستم آرومش کنم. رفتم مامورام که پشت سر من راه افتاده بودن چاقو ازش بگیرم، دوباره بهم حمله کرد. بعد این بار سومش بود که به من حمله کرد. بعد از اون دیگه مامورا اومدن، سعی کردن با حرف آرومش کنن، اصلا نمیشنید، حرف هیچ کس رو نمیشنید، حالش خیلی بد بود. مامورام نتونستن، دعوتش کردن، گفتم بیا مسالمت آمیز چاقوتو بذار زمین، ما هم کاری نداریم. اصلا گوش نمیداد، به سمت یکی از مامورا حمله کرد، دوباره به راش ادامه داد، راه افتاد. تا همین جوری همین جریان ادامه داد، چندین بار دیگه با اسپری فلفل و با باتوم و سعی کردن که آرومش بکنن، اصلا حمله میکرد، تا دیگه سر چهارراه گلزار که رسید با 2 ماشین گشتی دیگه هم که اضافه شد با مامورای دیگه، یه با مامورا درگیر شد، به مامورا حمله کرد، فکر کنم 1-2 تاشون رو زخمی کرد، چیزی که من خودم دیدم، حالا اگه الان بیشترم بوده نمیدونم، 1-2 تاشون رو زخمی کرد. ماموران بهش شلیک کردن، 2 تا زدن تو پاش. اصلا ربطی به این چیزا نداشت که رسانه‌های خارجی اومدن پخش کردن، نمیدونم دعوت به تجمع و دعوت به اختشاش، اصلا همچین چیزایی نبوده، همش شایعه، همش هم دروغه. اصلا از همون خود مردم همون محلم که برید بپرسید خودشون میدونن که این برادر من حالت عادی نداشته. بعد اصلا کار دعوتی به اختشاش نبود، داشت تو خیابون راه میره، من خودم کنار دستش بودم، کسی و بعد 5 صبح مگه کسی میاد مردم به اختشاش دعوت کنه یا به تجمع، همه تو خوابن.